با سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم کانال یوتیوب امید تیوی، با یک ویدیوی دیگه از تازه ترین خبرهای مربوط به کشور فرانسه در خدمتتون هستیم. خب در این ویدیو هم طبق معمول به آخرین خبرهای مربوط به کرونا ویروس در فرانسه میپردازیم. یک تحلیلی رو از یکی از نویسنده های روزنامه مشهور لومون میخوندم که در مورد پایان بحران در فرانسه گفتش، که اعلام کرده که احتمالاً اواسط ماه می خواهد بود که دیگه بحران به صورت کلی از فرانسه خارج میشه. یک مقدار مطلب در مورد واکسن آسترازنکا که مواردی از گزارش های از لخته شدن خون گزارش شده و به همین دلیل که فعلا متوقف شده. واکسنی که الان در فرانسه استفاده میشه واکسن فایزر هستش. در مورد آخرین روند واکسیناسیون خدمتتون در این ویدیو توضیح خواهم داد و دیگر خبرهایی که مربوط به کرونا ویروس و قرنطینه که الان شاهدش هستیم و رفع کامل قرنطینه که بیشتر در این زمینه توضیح خواهم داد. اگر میخواید در این زمینه اطلاعات بیشتری کسب بکنید در این ویدیو همراه من باشید. خب اینجا همونطور که میبینید این وبسایت روزنامه لوموند هستش، روزنامه مشهور فرانسوی. خب اینجا یک مقاله هستش که توضیح میده که در جدول کاری امانوئل مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه خروج از بحران در فرانسه در اواسط ماه می تعریف میشه. در توضیحات این مقاله اومده که پارسال، در واقع سال گذشته بود که بحران کرونا ویروس در فرانسه شروع شد و اتفاقا اواسط ماه می بود که ما شاهد در واقع پایان نخستین قرنطینه بودیم و دولت فکر کردش که این قرنطینه به طور کامل تموم میشه و دیگه نیازی به قرنطینه نیست، اما در ماه نوامبر مجددا شاهد رشد در واقع شیوع کرونا ویروس در سرتاسر فرانسه شدیم و این باعث شدش که قرنطینه دوم در ماه نوامبر 2020 شروع بشه و وقتی که قرنطینه ماه نوامبر تموم شد کسی فکرشو نمیکرد که ما مجددا قرنطینه سوم رو داشته باشیم، تا اینکه از ماه ژانویه شیوع ویروس شدیدتر شد، به خصوص ویروس جهش یافته بریتانیایی که سرعت پخشش هم خیلی بیشتر هستش و این مقامات رو نگران کرد و در نهایت چند روز قبل امانوئل مکرون دستور قرنطینه جدید رو اعمال کرد که اکنون در اون هستیم. همونطور که میدونید خروج از خونه از ساعت 7 شب تا 6 صبح در سراسر فرانسه ممنوع هستش و اگر میخواهید از صبح تا بعد از ظهر از خانه خارج بشید حتما بایستی در شعاع 10 کیلومتری باشه و با اتستاسیون برای شعاع بیش از 10 کیلومتر. در مورد واکسن که در فرانسه بیشتر عمدتاً واکسن فایزر استفاده میشه، واکسنی که خب گفته میشه تا 95% کارایی داره، اما مشکل این واکسن اینه که حمل و نقل و نگهداریش بسیار مشکل هستش به دلیل اینکه بایستی در دمای بسیار سرد، فکر میکنم منفی 70 درجه باید نگهداری بشه. با این حال واکسن های دیگه هم کشف شده از جمله واکسن آسترازنکا، اما من یک خبری رو مطالعه میکردم اینکه اداره داروی فرانسه از شناسایی 3 مورد جدید لختگی خون و 2 مورد مرگ مرتبط با تزریق واکسن آسترازنکا در روزهای 19 تا 25 مارس خبر داده. این در حالیه که امانوئل مکرون هفته گذشته و در جریان اعلام استراتژی مهار بیماری کووید 19 بر تسریع کارزار واکسیناسیون با تکیه بر واکسن آسترازنکا در کنار فایزر، مدرنا و جانسون اند جانسون تاکید کرده بود. بسیاری از کشورهای اروپایی در ماه گذشته و در پی مشاهده موارد قابل توجهی از لخته شدن خون پس از تزریق این واکسن استفاده از آسترازنکا را موقتا تعلیق کردند. با این حال آژانس دارو و درمان اروپا با اعلام اینکه فواید استفاده از آسترازنکا بسیار بیشتر از مضرات اون هستش، خواستار ادامه استفاده از این ویروس در واقع در سراسر اروپا شده. مقام های بهداشتی شماری از کشورهای اروپایی از جمله دانمارک در همون زمان که آژانس دارویی اتحادیه اروپا مشغول بررسی خطرات جانبی واکسن آسترازنکا بودند، اعلام کردند که تزریق این واکسن در موارد متعددی باعث واکنش شدید
دستگاه ایمنی بدن شده و لختگی خون به بار آورده. استفاده از این واکسن هم اکنون در کشورهای اسکاندیناوی در شمال اروپا مثل نروژ، دانمارک و سوئد تعلیق شده. در همین زمینه وزارت بهداشت فدرال آلمان هم هفته گذشته استفاده از واکسن آسترازنکا رو برای افراد بالای 60 سال محدود کرده. بسیاری از شهروندان کشورهای اروپایی در روزهای گذشته نگرانی شدید خودشون رو نسبت به این واکسن نشون دادن و خواستار شفافیت و صداقت دولت‌ها و اتحادیه اروپا درباره خطرات جانبی اون شده بودند. در مورد واکسیناسیون کشورها با هم رقابت دارن. اکنون اسرائیل با در واقع در صدر جدول هستش، با بسیاری از شهروندان این کشور تونستن که هر دو دوز واکسن رو بزنن و بیش از 90% جمعیت این کشور دوز اول رو زدن و میشه گفتش که ایمنی عمومی حاصل شده، چرا که بایستی حداقل 70% جمعیت واکسینه بشن. اما یک سری کشورها در واقع روندشون کند هستش، با اینکه روند واکسیناسیون به طور کلی سعودی هستش. من در مورد فرانسه خدمتتون بگم. فرانسه در اروپا به جهت بحران کووید در رتبه نخست هستش و در این حال روند واکسیناسیونش هم از کشوری به عنوان مثال بریتانیا کنتر هستش. اما با این حال بر اساس این نموداری که در این تصویر می‌بینید، از ژانویه امسال واکسیناسیون در فرانسه شروع شده و همونطور که می‌بینید دوز اول صعودش در واقع توی این نمودار بیشتر از دوز دوم هستش. امروز که من این ویدیو رو ضبط می‌کنم 4 آوریل هستش و این گزارش تا 2 آوریل منتشر شده و بر این اساس حدود 4.5% جمعیت فرانسه، یعنی بیش از 3 میلیون نفر، هر دو دوز واکسن رو تونستن بزنن و در این حال 13.6% همونطور که توی تصویر میبینید، یعنی جمعیتی بالغ بر 9.109.776 نفر یک دوز این واکسن رو زدن. میدونید که برای در واقع واکسینه شدن در برابر بیماری کووید بایستی حتما 2 دوز زده بشه. در اینجا هم طبق معمول آخرین وضعیت کرونا ویروس در فرانسه رو خدمتتون میگم. همونطور که میبینید بعد از قرنطینه ماه دوم که ماه نوامبر بود، اکنون ما داریم به اون دوره نزدیکتر میشیم، هرچند که یک توقف کوتاهی در ماه ژانویه داشتیم، یعنی یک روند نزولی در این بازه زمانی داشتیم، اما به طور کلی از دوم سوم ژانویه روند مطلقاً صعودی بوده و تا دوم آوریل که این گزارش منتشر شده بیش از در واقع 4.740.000 نفر در سراسر فرانسه مبتلا به بیماری کووید شدن و حدود 96.500 نفر هم متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن. این در حالیه که در جهان بیش از 131 میلیون نفر مبتلا شدن و بیش از 2.800.000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید خیلی ممنون میشیم که اون رو لایک کنید. اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب امید تیوی نشدید، میتونید با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.